خامنه ای، رفسنجانی، موسوی، کروبی، احمدی نژاد، همه اینها فقط و فقط برای حفظ نظام دارن تلاش میکنن. مرد سگ ها و فاحشه ها و طول سگاشون در بیرون هم همینطور، از بنیانگذار سپاهش گرفته، از اطلاعات امنیتی شکنجه نشده در زندان و سیاه بازی به بیرون فرستاد و تمام اینهایی که اومدن و الان نقش اپوزیسیون رو دارن بازی میکنن، آنها فقط و فقط حفظ نظام اسلامی رو میخوان. اگر ما بخواهیم خون جان باختگانمون، خون این عزیزانی که در راه آزادی وطن به زمین ریخته شد پایمال نشه، اگر بخوایم از این گنداب، از این فاضلاب، از این منجلاب 31 سال ملتمون رو بیرون بکشیم، کشورمون رو آزاد بکنیم، راهی جز عبور از جناح‌ها و باندهای رژیم و سرنگونی رژیم اسلامی در کلیت و در تمامیتش نداریم. همواره گفتم بهتون و برای آخرین بار این رو تکرار میکنم، چون احساس میکنم بی‌حرمتی به عقلانیت شما و شعور و اندیشه شما خواهد بود اگر بخوام باز تکرار کنم. موسوی میگوید من میخواهم رژیم اسلامی حفظ شود، به قانون اساسی رژیم اسلامی پایبندم، به ولی فقیه اقتدا میکنم و حافظ منافع حکومت اسلامی هستم و بر همگان واضح و روشنه که دوران طلایی امام راحل که موسوی به دنبالش هست طلایی ترین و درخشان ترین دوران زندگی ایرانیان به نظر موسوی بود و میخواد مردم رو به اون دوران برگردونه. تا پیش از این دوران، یعنی دوران طلایی و درخشان دوران زندگی مردم در زمان دوران طلایی امام راحل که موسوی از اون صحبت میکنه، تا قبل از اون مردم ایران در فقر و نادانی و استبداد مطلق میزیستن، ولی با شروع این دوران و تیک اوور کردن حکومت آخوندی، کودتای 57 در گوادالوپ که طرحش ریخته شد و این حرومزاده ها رو به جون ما ریختند، با شروع این دوران مردم هر آنچه را که به دنبالش بودند، آب و برق مجانی، اتوبوس مجانی، قبرستانها را آباد کردند، هر آنچه را که خمینی گفت به مردم داد، یک شبه براشون فراهم کرد. موسوی میخواد مردم رو به اون دوران ببره. در این دوران که موسوی مردم رو تشویق میکنه من میخوام شما رو به اونجا ببرم، مردم کاملا آزاد بودند، به حرفها و دستورات امام راحل گوش فرا می دادن و فقط کسانی که سرپیچی می کردن کمی تا قسمتی مجازات می شدن که البته برای دنیا و آخرتشون خیلی خوب بود، به بهشت می رفت. یکی از مواهب این دوران طلایی که موسوی براش داره جون می کنه، میگه رژیم رو میخوام، حافظ رژیم اسلامی هستم، قانون اساسیش رو احترام میگذارم، به امام راحلش رو هم، ولی فقیه رو هم قبول دارم، همه مسائل ما باید به دوران اول خمینی و اسلام خمینی برگردیم. یکی از مواهب دوران 8 ساله، یکی از مواهب این دوران طلایی 8 سال جنگ با عراق بود که قرار بود 20 سال طول بکشه، ولی چون حضرت امام بسیار خوشقلب بودند و خودشان جام زهر رو داوطلبانه سر کشیدند تا به دیگران زحمت ندهند. از خصوصیات بارز این دوران که موسوی میخواد بهش برگرده و به خصوص در زمان جنگ، زندگی کپونی که آقای موسوی برای مردم فراهم کرد بود که مردم سر خوش و شادان از این دوران طلایی هر روز در روزنامه ها به دنبال شماره کپون ها بودن و صنعت خرید و فروش کپون و تعداد مردانی که در میدان انقلاب فریاد می زدن همه رقم کپون خریداریم، در این دوران طلایی پیشرفت چشمگیری داشت. موسوی میخواد به اون دوران برگرد.
از دیگر مواهب بیشمار دوران طلایی که موسوی آرزوی برگردوندن مردم به اون دوران رو داره. حضرت امام راحل یکی از ماجراهایی رو که موسوی به دنبالش بود کشتار سال 1367 بود که در اون حدود 30 تا 40 هزار نفر به طور داوطلبانه دیگر از زندگی در دوران طلایی امام راحل انصراف دادند و حضرت امام علی رغم میل باطنی و با اکراه فراوان از نخست وزیر محترم و دوست داشتنیش خواست دستور اعدام آنها را صادر بفرماید. این هنرمند، مگه یه هنرمند میتونه به خون، به آدم کشی، به جنایت، به قتل اون طول سگ بچه محضردار آخوند بی کس و کار نوریزاده بیکن فرمودند، صادر فرمودند. نتیجه اخلاقی که میخوام از این انشا بگیرم اینه که این دوران طلایی امام راحل حقیقتا طلایی بود و ما باید هر چه زودتر کمک کنیم به موسوی که ملت ایران رو به اون دوران برگردونه و دکترین امام راحل رو به بهترین نه این دفعه خشنتر و اونجوری که میدونه بعد از 30 سال جنایت های رژیم اجرا کنه تا ملت ایران رستگار بشن. هموطنان عزیزم، موسوی فکر میکنم به اندازه کافی دیگه روی تو و طول سگات تو برون مرز و پروژه درونتون رو رادیو تلویزیون هاتون کم کردم تو این چند روز گذشته، تو این 10 ماه گذشته. برو کسافت خجالت بکش، منتظر دادگاه های ملی مردمی باش. مهم نیست کی در خارج از کشور تو رو قهرمان صدا کنه، شجاع صدا کنه. مهم ما ملت ایران هستیم که 30 ساله با شماها تو جنگیم و راه کج نرفتیم، مماشات نکردیم، مسامحه نکردیم و خواهان مرگ شما حرومزاده ها هستیم. آقا این آیت الله بروجردی هم دوباره شروع کردن که شکنجه های زیاد شده، دستانش رو میخوان قطع کنن. این حرف سعید سکویی رو تو مغزتون نگه دارید. این بروجردی هم تا چند وقت دیگه ما تو صدای آمریکا خواهیم دیدش. هموطنان بسیار نازنینم، نمیدونم چرا انقدر زود امروز خسته شدم، وحشتناک.